بر شما آقای دکتر آقا زمانی عزیزم و سرور عزاله خدمت ایران بله، من صدای آقای توکلی رو ندارم. آیا نمیدونم این مشکل من هست در استودیو یا اینکه صدای آقای توکلی بد میاد. از همکارانم خواهش میکنم که به این مسئله توجه داشته باشن. اما آقای توکلی اجازه بدید که بحث امشبمون رو با پیدا شدن جنازه رضا شاه بزرگ شروع کنیم، چون من فکر میکنم که به موارد تاریخی، به موارد سیاسی، به این مسئله پرداخته شده، اما هیچ وقت ما تأثیر پادشاه فقید ایران رو روی موضوع هنر ندیدیم. اساسا آیا رضا شاه در حوزه هنر تأثیر داشته، خصوصا در حوزه موسیقی که شما درش فعال هستید؟ پیش از اینکه به این بحث در واقع تأثیر دوران رضا شاه در حوزه موسیقی بپردازیم، در پیوند با همین نکته که اشاره فرمودید، من لازم میدونم یک مقایسه کوتاهی رو در خصوص در واقع 16 سال سلطنت و پادشاهی رضا شاه، حالا با 4 سال 5 سال دوره سردار سپهی و صدر اعظمیشون در واقع جمع بزنیم، تقریبا حالا شاید توی 20 سالی بشه و 40 سال حکومت جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف، اگر ما یک مقایسه ای بخوایم بکنیم، چیزی که در واقع رضا شاه به درستی فهمید و به درستی در برابر اون ایستاد و به درستی با اون مبارزه کرد و من معتقدم سرمنشأ بسیاری از پیشرفت های دوران رضا شاه از همین مسئله میاد، اون مبارزه با روحانیت بود و بردن روحانیت به درون حجره هاشون و محبوس کردن آنها در مساجد که ثمرش رو هم در حوزه های مختلف کشور و پیشرفت کشور دیدیم. تا قبل از اون روحانیت در همه ارکان در واقع حکومت، اجتماع، دادگستری، آموزش و پرورش، که البته نداشتیم، مکتب خانه ها رسوخ داشت و نفوذ داشت و کسب درآمد میکرد و دکان در واقع داشت و رضا شاه بزرگ، من اینو به عنوان یک جمهوری خواه البته عرض میکنم، رضا شاه بزرگ به درستی تشخیص داد مانند همتای ترکش در واقع کمال مصطفی آتاتورک که تا وقتی که این اندیشه سر به هوای دینی از و به خصوص نمایندگان اون از روی زمین زندگی مردم به مساجد رانده نشه، وضعیت مملکت نمیتواند به بهبودی برود و رو به پیشرفت و رو به عمران و آبادانی برود. و او با این تشخیص درست در طی اون 16 سال ایران رو از جاده شنیها و خاکیها و خر و گاو و گاری تحویل گرفت و چیزی که تحویل داد یک ایران مدرن رو به جلو و پیشرفته بود، در حالی که قدرت‌های بزرگ هم کشور رو اشغال کردن در واقع و کلی هم عقب رفت بعد از اون از جهت این اشغال. اما در حوزه موسیقی هم حکومت رضا شاه در واقع هنرستان‌های موسیقی رو راه اندازی کرد، آموزش موسیقی رو به صورت آکادمیک در هنرستان‌ها و بعد در دانشگاه‌ها در دوران محمد رضا شاه گسترش پیدا کرد. البته کج‌فهمی هایی در کارگزاران او در حوزه موسیقی وجود داشت که سبب شد که در واقع پشت کردن خیلی جزمی به سنت های موسیقی دستگاهی سبب و نگاه به غرب بدون آشنایی دقیق با مبانی موسیقی غرب و موسیقی دستگاه یه مقداری سبب اعوجاج هایی در حوزه موسیقی شد، ولی این ناگزیر بود و اگر میخواست جامعه شرایط هنر و موسیقی کشور به سمت آکادمیک شدن بره، یک چنین روی کردهایی جز طبیعت یک چنین جریان مدرنیته هست که البته من بحث مفصلی رو در خصوص موسیقی ایرانی در دوران گذار از به دوره مدرنیته در دانشگاه مریلند انجام دادم که حالا در دسترس عزیزان هست، میتونم اونجا بیشتر
بحث رو در واقع ببینیم. امروز جنازه یا به عبارتی پیکر مومیایی شده رضا شاه پیدا شده. حکومت طبیعتاً روی کرده خوشی به این قضیه نداره و شاید شما پاسخ این سوال من رو در همون سوال اول دادید، اینکه روحانیت رو وقتی رضا شاه موفق شد که حوزه هنر، اقتصاد، تمدن و آموزش پرورش و حتی دادگستری نوین در ایران رو فراهم کنه که آخوندها رو به خانه هاشون برگردوند و دست کسانی که خود رو صاحب دین میدونستند را زندگی روزمره مردم کوتاه کرد. دلیل دشمنی آقای خمینی و وارثان او هم با آقای رضا شاه پهلوی دقیقاً بعد همین مسئله باشه، اونجور که من از فهوای کلام شما درک کردم، و شاید به همین دلیلم هست که امروز نگرانی های جدی هست در مورد تخریب یا امحاء جنازه ایشون یا به هر حالی هر گونه بی احترامی به این جنازه که میتونه بخش میراث فرهنگی اون باشه. غیر از خود حکومت من دارم در مورد طبقه ای از جامعه صحبت میکنم که در رسانه ها هستم، مثل آقای وحید یامینپور که برگشته گفته که این مثل فرعون جنازه ای آمده، چنین شده چنان شده. چطور حکومت جمهوری اسلامی چنین افرادی رو تربیت میکنه و از چه منظر فکری و فرهنگی تا به این اندازه منحط و سرشار از خشونت رو در جامعه تزریق میکنه؟ من فکر کنم دو جانبه است جناب آقای آقازمانی عزیز. یعنی ببینید، یک توضیح کوتاه من بدم. آزادی در انتخاب معنی پیدا میکنه. شما وقتی بین دو چیز یا چند چیز حق انتخاب دارید و امکان انتخاب دارید، اون وقت آزادی اصلا معنی داره. وقتی که انتخابی نداشته باشیم آزادی معنی نداره. و انتخاب مسئولیت به همراه داره. مسئولیت در واقع صحت اون انتخاب، مسئولیت نتایج اون انتخاب و مسئولیت فردی که من به عنوان یک فرد یک موضوعیت رو انتخاب میکنم و عواقب اون هم با من مسئولیتش. و این مسئولیت پذیری از نظر روانی و از نظر فکری و از نظر فرهنگی یک قابلیت و یک توانایی بالایی میخواد. متاسفانه در طی قرنها تاخت و تازی که به این سرزمین شده، بخشی از فرهنگ ما آزادی گریز هست، به این معنی که حق انتخاب خودش رو به رسمیت نمیشناسد، به این معنی که دوست دارد همیشه یک نفر جای او انتخاب بکنه و او همه مسئولیت ها رو بپذیره و همه گرفتاری ها رو مردم هم حواله کنن به گردن او، پیش از انتخاب براش دست بزنن و هورا بکشن، بعد از انتخاب مدتی او رو براش نخ بزنن و غر بزنن و سرانجام پایینش بکشن و در جنازه سوگواری کنن. این رویه جوامع بدویه که اتفاقا فروید خیلی خوب در کتاب توتم و تابو 100 سال پیش، نزدیک 90 سال پیش، 80 سال پیش، اینو خوب باز کرده. خب جامعه ایرانی به اون رشد یافتگی در طی قرنها، حالا یا داشته یا دور افتاده یا هرچی، بخش عمده از جامعه ایرانی اساسا نمیتوانستند تجسم و تصور کنند که در پیشرفت و در رفاه و در جایی که دیگه حالا قرار خرد به جای ایمان حکم بکنه و در جایی که قرار تعقل و اندیشه جای دین و ایمان و مقررات دینی رو بگیره، اینا بتونن زندگی بکنن، اصلا نمیتونستن تصور کنن. برای همین هم تو طول تاریخ همیشه اینا یا سلطان خواستن یا مرجع تقلید خواستن و همیشه رفتن پشت اینا. و به محض اینکه اتفاقا یکی از چیزهایی که تو انقلاب 57 میبینیم، مشکل به نظر من مشکل بخشی از مهمی از مردم که اینا طبقاتی بودن که در اثر انقلاب سفید از روستاها به حواشی شهرها به اصطلاح نقل مکان کرده بودن، در نسل دوم و سوم اینا نه فرهنگ روستایی خودشونو داشتن نه جذب فرهنگ شهری شده بودن، همواره به دنبال کت خدا یا آخوند در روستاشون بودن، همین ها هم اومدن و علیه مدنیت شوریدند و این سرنوشت شوم رو در این 40 سال به این مملکت وارد آوردن. و اگر ما نگاه بکنیم به میراث در واقع رضا شاه، همونطور که رضا شاه به درستی فهمید
که باید این قشر رو و باید نگاه به آسمان رو از زمین زندگی مردم حذف کنه و بذارشون داخل مسجد، چرا که زمین محل زندگی دنیاست و زندگی دنیا بر تعقل، اندیشه و قانون استوار هست و میتواند رو به پیشرفت برود، نه در اندیشه سودای بهشت و حور و این و نمیدونم میوه های متنوع و فلان و بساری که اون دنیا بهشون وعده داده میشه و الی آخر. اینها رو گذاشت کنار و کسانی رو آورد. ما نمیتونیم نقش مثلا مستوفی الممالک، نقش جناب داور در دادگستری اینها رو لحاظ نکنیم. آدم های تحصیل کرده با عرق ملی، با هویت ملی آمدند و این کشور رو ساختند و نظام جمهوری اسلامی دقیقا معکوس همون حکومت رضا شاه رفت بیرون. یعنی دوباره این آخوندها آمدن جلو، افراد تکنوکرات، افراد اندیشمند، افراد خردورز به حاشیه رفتند و نتیجهش همین شده است که میبینید به قهقرا رفتن و به دوره قجر برگشتن ایران امروز ما. آقای توکلی، الان مردم کجا وایستن؟ به هر حال تو این 40 ساله فرهنگ خرافه ترویج شده. مثلا من دیدم که در همین چند روزه شبکه‌های مختلف، ما توی خونمون میگفتیم شاه عبدالعظیم یا همون شاه عبدالعظیم، اشاره‌ای بود به محل تدفین آقای یک امامزاده‌ای در جنوب تهران در شهر ره. این چند روز من دیدم مثلا وقتی ویدیو میفرستادن واسه شبکه‌ای من و تو یا جاهای مختلف، میگفتن حرم عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم حسنی. یعنی این فرهنگ یا این گفتمان فقهی حوزوی وارد زندگی مردم شده. از یه سمت دیگه هم مثلا من میبینم مردم به دنبال حق رأی هم، به دنبال آزادی پوششن، در مقابل استبداد وای میستن، در مقابل ظلم تو خیابون ایستادگی میکنن. حالا بیشتر این خانم ها در مورد موضوع پوشش مشخصا منظورم هست. سوالم معنادار اینجاست، جامعه ما پیش رفته، یعنی از لحاظ فرهنگی مردم فارغ از حکومت پیش رفتن یا با همراهی حکومت به عصر قجر برگشتن؟ یعنی ما الان وایستادیم جایی که زمان انقلاب مشروطه بعد وای میستادیم، حالا یه کسی بیاد برای ما صحبت از مشروعه و مشروطه بکنه دوباره از اول. ببینید خیلی جذاب هست برای جامعه امروز ما که ما بیایم به اصطلاح دستاوردهای بخش فرهنگی جامعه که کم هم نیست اتفاقا، یعنی در حوزه خردورزی جوانان ما واقعا خیلی پیشرفت‌هایی داشتن، خیلی حرکات چشمگیر، خیلی اندیشه های در واقع به روز در جامعه رواج پیدا کرده، ولی جامعه یک موضوعیت یک دست نیست که بتونیم بگیم این مجموعه در مجموع عقب میره یا در مجموع جلو میره. ما میتونیم برایند خواسته ها و برایند حرکت های اجتماعی رو در دوران متفاوت با هم مقایسه کنیم که البته این جامعه شناسان و تاریخ دانان بهتر میتونن این کار انجام بدن، ولی شما اگر به دوره مشروطه برگردید ببینید که مردم در واقع چه میخواهند. مردم دنبال عدالت هستن، دنبال به دست آوردن آزادی های حق رأی، آزادی های اجتماعی و به حاشیه روندن قدرت مستبد و قدرت به اصطلاح مقتدر سلطانی قجری هستن. خب الان شما ملاحظه میفرمایید، میبینید که در واقع خب اون موقع خیلی طبیعیه با توجه به اینکه روحانیت هنوز امتحان خودش رو در حوزه حکومت پس نداده، هنوز دور اون حاله تقدسش نشسته و پشت اون حاله تقدس پنهان شده، هنوز کتاب‌ها، کتابخوانی، فرهنگ آگاهی، رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های جمعی رواج پیدا نکرده، مردم بروند پشت سر آیت الله طباطبایی. ولی خیلی زود هم می‌فهمن شیخ فضل الله نوری رو می‌شناسن و نقش او رو در واقع استبداد صغیر و خیلی زود اینا رو پس می‌زنن. این رو من نمی‌فهمم. خب که جامعه‌ای که فکر می‌کنیم پیشرفت کرده بعد از 80 سال قشر نخبه، به اصطلاح نخبه، قشر تحصیل کرده، قشر دانا و آگاهش میره به یک روحانی شیعه در سال 1392 رأی میده و تا 1400 میخواد با آقای روحانی بمونه. این رو من نمیتونم بفهمم. یعنی اگر ما میخواییم بگیم جامعه پیشرفت کرده، پس این رو کجا باید بذاریم، در کجای منطق ذهنمون در واقع قرار بدیم که جامعه ای که اگر دنبال سکولاریزمه، اگر دنبال آزادی های مدنیه، اگر دنبال آزادی های فردیه،
میاد به یک روحانی شیعه رأی میده که این روحانی شیعه حالا لحنش از اون یکی روحانی شیعه یک کمی مهربانانه تره. من به این جامعه نمیتونم بگم جامعه پیشرفت کرده، درسته. بلکه میتونم اینجوری ببینم که 40 سال همونطور که شما به درستی گفتید و در جلسه قبلم اشاره کردیم، 40 سال سرکوب، 40 سال رواج نفرت، 40 سال ریا، تظاهر، شعارزدگی در عموم جامعه به شکلی تأثیر خودش رو گذاشته که اینا همچنان میتوانند بر این سوار شوند و حکومت کنند. خب حالا آقای توکلی، من چند وقت پیش داشتم با یک دوستی که دوره جامعه شناسی در آمریکا کار میکرد، تحصیلاتشون در همین حوزه‌ای بود که در واقع داریم صحبت میکنیم و تحصیلات منم در همین حوزه هست، صحبت میکردم. ایشون اشاره کرد، یعنی من ازش یه سوالی رو پرسیدم در مورد محورها یا به عبارتی المانهایی که میشه بر اساس اونها فهمید تا چه اندازه یک جامعه پیشینه خودش رو زمینه میکنه برای توسعه آینده که جامعه نامنقطع یا جامعه پیوسته محسوب میشه. ایشون اشاره کرد به موسیقی کانتری در آمریکا که سبک موسیقی های محلی این مملکت رو بیشتر در بر میگیره و میگه که هر چقدر میزان ارتباط بین کانتری میوزیک و موسیقی مثل هیپ هاپ که موسیقی روز جوانای آمریکاست یا جاز که موسیقی روز جوانای آمریکاست، هر چی این المانها تنگاتنگ تر میشه، بیشتر میشه، پیوستگی فرهنگی بین اونچه که ماهیت فرهنگی جامعه است و نوآوری ها و فهم بهتر از اجتماع رو درک میکنه. این رو به عنوان یک الگو ارائه میکرد که نشون میداد که همین موضوع موسیقی تا چه اندازه در فهم حتی نوع رأی دادن مردم در آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه، از روی میزان فروش تیکت های بلیت کنسرت های موسیقی در همین آمریکا که موسیقی جاز یا مثلا پاپ یا راک در یک جایی چقدر فروش داره و کانتری میوزیک در همون محدوده جغرافیایی چقدر فروش داره. آیا ما چنین شناختی رو بر اساس موسیقی تو جامعه ایرانی هم میتونیم پیاده کنیم؟ یعنی میشه منظر موسیقی رو تبدیل به المانی برای فهم رفتارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران کرد؟ این سوال شما خیلی درخشان هست. هنر در واقع آینه اندیشه اجتماعی و احساس اجتماعی است و به راحتی میشه در واقع در هنر این رو دید و نوع فکر کردن جامعه و نوع احساس کردن جامعه رو در واقع دریافت کرد. و خیلی فقط کافیست در پیرو به همون مثالی که دوست فرهیختتون زدن نگاهی به وضعیت مکنونی موسیقی بیندازیم. فراموش نکنید من جلسه قبل گفتم اینها در 40 سال تلاش کردن هویت ملی رو از مردم بگیرن، مردم رو از خودشون بیگانه کنن، سرگشته کنن، ابتذال و در واقع انحطاط رو به ارمغان بیارن. این رو اگر امروز در حوزه فرهنگ و موسیقی کشور ببینیم، متاسفانه در کنار هنرمندانی که در طول تاریخ همیشه هستند و خواهند بود و بودند که صادقانه با مردمشون و صادقانه با هنرشون هنر رو در واقع این مشعل هنر رو نگه داشتن و پرچم هنر ایرانی رو نگه داشتن و به نسل‌های بعدی منتقل کردن، خب در کنار اینها ما شاهد یک اعوجاج فرهنگی هستیم و یک اعوجاج هنری هستیم در حوزه موسیقی و در سایر هنرها که در واقع در حوزه موسیقی به راحتی میتونیم ببینیم. در موسیقی شما امروز روز موسیقی ما چیزی که شاهد هستید یک ابتذاله در رو به اصطلاح پرشتاب به سمت انحطاطه که این فقط و فقط پی نمایش خودشه. حتی این نمایش به حدی میره بالا که دیگه حتی موسیقی خیلی اونجا مهم نیست و در واقع یه طرف در هنگام ساز زدن سر، گردن، کله، کمر، دست و پاهاش بیشتر از در واقع حرکت ملودیش حرکت میکنه و نمایش میده و دنبال چشم و همچشمی، دنبال برای هم زدن، دنبال تحقیر همدیگه، دنبال سرکوب همکار، دنبال سرکوب در واقع همسنف و دنبال منم منمی هست که پشتش هم فقط و فقط نفی سنت و در واقع استادان گذشته است به خاطر اینکه خودش رو بتونه مطرح کنه و خود بگه مردم منو ببینید. هنرمند امروز ایرانی داره در واقع عربده میکشه که مردم منو ببینید. من روی واژه عربده مخصوصا تاکید دارم، یعنی صحبت نمیکنه، فریاد میکشه، عربده میکشه که تو رو خدا به من نگاه کنید. این
متاسفانه جریان غالب هنر مربوط ایران هست امروز. و این نتیجه 40 سال بی‌هویتی و تحمیل در واقع ریا، دروغ، تظاهر، خشم و نفرت در نسل‌های گوناگون از جمله هنرمندان هست. خب حالا آقای توکلی، الان چند سال خواننده هایی که در ایران شروع به آواز خواندن میکنن، حالا مثلا من چون واقعا من سواد موسیقی ندارم، همینجا اعتراف کنم اگر یه وقتی یه چیزی اشتباه میگم، بگذارید به این حساب که در مقام یه مجری سوالی رو میپرسم و سواد من در حد همین سوالم هست و به همین دلیل مثل بسیار بینندگان از شما میآموزم، ولی یه سری از خواننده های ایران هستن که یه دفعه‌ای هم گل میکنن و یه دفعه‌ای هم هیت خیلی بالا میگیرن، توجه خیلی بالا جذب میکنن، ولی وقتی آدم آهنگاشون رو گوش میکنه یاد سینه زنی میفته. یعنی نوت ها و ملودی هایی که مال عزاداریه، مال نوه خانیه. حامد همایون یه نمونه شونه که این چند ساله خیلی هم روش کرد یه هویی، یا مثلا محسن چاوشی. یعنی شما وقتی این میخونه من واقعا یاد سینه زنی میافتم. حامد همایون نمونه، شاید من اشتباه میکنم، شاید ذهن من اشتباه میکنه، اما فکر میکنم حکومت موفق شده سلیقه اجتماعی مخاطب موسیقی ایرانی رو به حد نوه خونی تنزل بده. درست عرض میکنم؟ قطعا 100%. نه تنها اشتباه نمیکنید، بلکه کاملا دقیق و کاملا به جا اشاره کردید و درست اشاره کردید. ببینید، یکی از زمینه‌هایی که در یکی از برهه‌هایی که سلیقه شنیداری انسان شکل میگیره، حد فاصل 3 الی 12 سالگی است. ما تحقیق کردن، لومس تحقیق کرده، در واقع پژوهشگران دیگه تحقیق کردن. در این فاصله سلیقه شنیداری در واقع نوجوان و کودک در سلیقه موسیقیایی شکل می گیره. خب شما نگاه بکنید به یک بچه های دبستانی دهه 60، همینایی که الان رو صحنه هستن، یا کودکان متولد دهه 60، همینایی که الان در واقع اجرا میکنن و همینایی که مخاطبانشون هستن، و حتی ماها. ببینید چه چیزی رو در دبستان ها در راهنمایی به تحویل ما دادن، توی سر زدن و نوحه خوانی و عربده کشی و صدای خشدار و نمیدونم ناله و الی آخر. خب همین هم شده در موسیقی. شما مثلا حالا اسم میبرید راحت، منم مشکلی ندارم با اسم بردن از این قضیه ها، هرشون خیلی مخاطب اینا نیستن، ولی در یکی از مقالات مجله فرهنگ و آهنگ یکی از دوستان ما نوشت، من موقعی دیگه از ایران رفته بودم و تو اون مجله کار نمی‌کردم، در مورد مثلا آقای چاوشی نوشت این صدا اصلا صدای کیفیت صدایی که ایشون از خودش بیرون میاره، صدای عادیش هم نیست در واقع، صدایی که بیرون میاره این صدا صدای موسیقایی نیست اصلا، صدای خشداره، صدای در واقع صدای نازیبا. خب ولی این طرفدار داره. چرا؟ چون یاد اون بچه میندازه مداحی که تو مدرسهشون زیارت عاشورا میخونده و عربده میکشیده. خب و این اومده تو موسیقی، و موسیقی ما هم الان شما نگاه میکنید همین شویه که در واقع شما اگر اون سازا رو از روش بردارین، اون نورافکنا رو بردارین، انگار پشت دسته عزاداری دارید میرید، و این خمودگی و این نالیدن و این افسوس و آه و حسرت و گریه و فضیلت غمگینی در واقع در این دوره موسیقی ما کاملا قابل مشاهده است. فرهنگ کاملا مزمحل شده است، یعنی سالها و سالها، شاید ده نسلها طول بکشه تا بتونیم بلکه این اثراتی رو که در واقع وارد شده به فرهنگ ما بشه جبران. حالا میخوام بگم که در حوزه موسیقی اگر اینطوری هست، در حوزه هنر هم همینطوری هست، در حوزه ادبیات هم همینطوری هست، در سینما هم همینطوری هست. اکثر فیلم های سینمایی به سمت درام هایی میرن که انتهای باز دارن. حتی مثلا بهترین فیلم هایی که فیلمساز ایرانی میسازه و حتی در جشنواره های بین المللی جایزه میگیره، درام هایی که تهش بازه، شما رو در فضای تعلیق بی کسی قرار میده و ولت میکنه وسط مصیبت جامعه ایرانی، از جمله جدایی نادر از سیمین که به چشم دیدیم در چه شرایطی قرار گرفت، یا حتی فیلم فروشنده ساخته بعدی آقای فرهادی هم تو همین رست است. جای شما رو نگه می‌داره که شما رو رها می‌کنه. کما اینکه در هنر نقاشی هم ما با این مشکل مواجه هستیم. پیکره انسان، پیکره بشر، پیکره و اساسه زیبایی که ما میگیم انسان اشرف مخلوقات، زیباترین موجود خلق شده توسط
پروردگار هم هست، اگر به پروردگاری اعتقاد وجود داشته باشه، این زن که زیباترین نماد زندگی انسانی هست کاملا از نقاشی ایرانی حذف میشه و جاش رو تمثیل‌ها و تمثال‌های فرا میگیره که زمینه توسعه خرافه رو به میان میاره. آقای توکلی، آیا فکر میکنید جامعه‌ای که از لحاظ فرهنگی و از لحاظ سطح سلیقه هنری شروع میکنه به تخریب شدن و به سمت پایین و تنزل کردن، آیا میتونه ارتفاع خواسته های سیاسی و اجتماعی خودش رو بالا ببره وقتی در حوزه فرهنگی و در حوزه هنری دچار تنزل و ابتذال شده؟ حالا این کلمه ابتذال، من بگم یه بخش از این ابتذال خیلی فکر میکنن غرب زدگی است، من میخوام بگم نه، آخوند زدگی ابتذال امروز جامعه هنری ما هست. ابتذال به معنی بی‌ریشگی، ابتذال به معنی دروغگویی، ابتذال به معنی سقوط اخلاقی، ابتذال به معنی خودخواهی، خودخواهی کودک آسیب دیده درون جامعه اینهاست. ابتذال به معنی فروغلطیدن در شهوت دیده شدن، در شهوت سرکوب کردن دیگران، اینهاست ابتذال. ابتذال به معنی ریاست. ببینید وقتی که نظام جمهوری اسلامی حاکم شد، زیباترین چیزی رو که یک بچه در واقع میتونه در ابتدای چیزش ببینه، مادرش به عنوان یک زن، خب این رو برداشت برد در یک حجابی پوشوند و همه رو برد به سمت آسمان که در اون دنیا دیگه این حجابه نیست. خب دقت کنید، اون دنیا دیگه همون چیزی که شما این دنیا میخواین اون دنیا بهتون میدیم، منتها خب بهترش رو میدیم، درجه یکترش رو میدیم، خب الاخر. ولی الان این چیزی که هست در زشت‌ترین شکلش باید شما ببینید، از لباس پوشیدن متدینین بگیرید تا آرایش متدینین بگیرید تا نظافت متدینین بگیرید و الاخر، و تظاهرات ظاهری اینها و تظاهرات کلامی اینها که فقط توهین بود و تحقیر جامعه بود و فحش دادن به مردم بود، به خیلی ساده به راحتی این کارو میکردن به عنوان امر معروف و نهی از منکر، همین الانش هم دارن انجام میدن. این فیلم هم که اخیرا منتشر شد دقیقا همون آدمای تربیت شده نسل اول انقلاب هستن که اون خانومی که در واقع پلیس بود و اون حرکت ها رو انجام میداد و همه دیدن و جامعه رو تکون داد. خب اینها در واقع وقتی این رو در مقابلش روی جامعه قرار میدن، خب هنرش هم در واقع همین میشه. در من به شما اینجوری راحت بگم، هنرمندها متاسفانه قشر بسیارشون، من دارم میگم باز هستن بسیار هنرمندانی که صادقانه در برخورد با هنرشون از این سردرگمی، از این درهم گسیختگی، از این بلا تکلیفی که شما در هنرم به درستی اشاره کردید، خودشون رو در گوشه قرار دادن و پرچم راستین هنرشون رو نگه داشتن. برای اونا من احترام قائلم، کلا از سر برمیدارم. ولی توده اینها در واقع یک سری آخوند هستن که پای منبرها در واقع این بچه ها بزرگ شدن. حالا اینا آخوندهای هنری هستن، در مورد همه چیز نظر میدن، در مورد همه چیز خودشون رو صاحب نظر میدونن، در مورد همه چیز خودشون رو صاحب نظر محق میدونن، دیگران رو بر باطل میدونن، وظیفه ارشاد جامعه و دیگران به عهده خودشون قائلن. این ویژگی هایی که دارم میگم همه هنرمنده دارن. فکر نکنید من الان ویژگی آخوند دارم میگم، نه، هنرمنده خودشون وظیفه من میدونه در مورد ارشاد زاغه صوتی جامعه، در مورد حرکت جامعه رو به پیشرفت، در مورد حرکت رو به ارزش های انسانی، در حالی که تو خونه خودش مثلا بچهش کتک میزنه، به زنش فحش میده. این در واقع یک آخوندهایی هستن که ریشه سیبیلاشون رو تراشیدن و در واقع ساز گرفتن دستشون، و این چیزیه که ما در هفته قبل با هم صحبت کردیم و انحطاطیه که در برابر از خود بیگانه کردن مردم با فرهنگ و سننشون و گذاشتن دین به جای تعقل، به جای سنت، به جای اندیشه، همه چی رو یک خدا گذاشتن، خدایی که میشد راحت با یه دونه گریه کردن برای امام حسین سرش رو کلا گذاشت و همه گناه ها رو بخشیده بشه. من میشنیدم در دوران دبیرستان، یادمه که روحانیه میگفت بعد از به اصطلاح شب احیا، میگفت خب گناه های امسالتون رو بخشیدم، از تا الان هرچی گناه کردیم بخشیدم، بریم تا سال دیگه فکر آینده رو بکنیم. خب یادم میگفت سال دیگه هم همینه. یعنی در واقع توبه چیزی که اینا باز گذاشتن و در واقع خیلی هم راحت
باز توی اینجا یه پولی باید مؤمنین بدن به کلیسا تا پاک بشن. اینجا اصلا احتیاجی هم به اون ندارن. یه شعله سر درست میکنن میدن به همسایه و خودشونو پاک میکنن و هر غلطی دلشون میخوان میکنن. و این رواج پیدا کرده آقای آقا زمانی. آقای توکلی میخوام اینجا داخل پرانتز یه چی خاطره طنز کوچولویی بگم. خستگی برنامه هم گرفته شد چون برنامه‌مون خیلی رفت بالای دفعه سطح بحثا. خاطرم هست اگه آقای توکلی رو انباکس من بکنید ممنونتون میشم که آقای توکلی سیمای توکلی هم داشته باشیم. در همین یکی این شبای احیا وقتی من نوجوان بودم و در دوره راهنمایی درس میخوندم تو مدرسه‌مون یه آقای معلمی بود اسمش آقای میری بود، خیلی از امام زمان میومد قصه تعریف میکرد سر اون کلاسای سر ساعت نماز که تو مدرسه‌ای که من درش درس میخوندم اجباری بود در تهران. و در یک چند شبای احیا در ماه رمضان ما رو بردن و قرآن سرمون بگیریم فلان کنیم و اینا. برگشت در همونجا گفتش که اگر کسی در شب احیا گریه نکرده باشه این گناهانش پاک نشده و بدبخت این جاش در جهنم. باور بفرمایید از اون زمان که من 15 سالم بوده 14 سالم بوده الان چند سال میگذره 25-6 سال میگذره 40 سالم الان هنوز من نگران اون سالم که چرا من گریه نکردم و گناهانم پاک نشده. یعنی میخوام بهتون بگم که نه فقط آخوند بلکه حتی معلم ها و حتی من نوجوان اون زمان توی اون فضایی که در دهه کی بوده که من نوجوان بودم در سال مثلا 70 بوده در سال در همون پایان عصر خمینی آغاز عصر خامنه‌ای بوده که من یه نوجوانی بودم. میخوام بگم توی اون شرایط زمانی و اون موقعیت اجتماعی همه ما در هم کوبیده شدیم و همه ما تحت تاثیر قرار گرفتیم. اما مشخصا سوالم اینجاست آیا فکر میکنید بدنه اصلی هنر در موسیقی، در سینما، در ادبیات، در هنرهای تجسمی، در مجسمه سازی آیا میتونه این زائده های و تأثیرات زننده این غبار علی خامنه ای و روح الله خمینی بر بدنه هنر ایرانی رو بریزه و از نو شکوفا شه؟ آیا در دل این هنر شما عنصر یا جوهری میبینید که ما باز ببینیم هنرمند آزاده سر بلند میکنه و جامعه خودش رو هم میکنه و با خودش بالا میاره؟ اگر فردای آزادی ایران که امیدوارم نزدیک باشه مردم ما بیاموزن که به جای این که بعد از 40 سال همدیگر رو زدن واقعا بعد از 40 سال به همدیگه اهمیت ندادن بعد از 40 سال دشمنی کردن با خودشون و با هممیهنشون یک بار دیگه یاد بگیرن که همدیگه رو دوست داشته باشن، یک بار دیگه یاد بگیرن به همدیگه احترام بذاریم، یک بار دیگه یاد بگیریم که میتونم هم من خوب باشم و هم تو خوب باشی و ما همه خوب باشیم و همه ما در این حال که خوب هستیم دارای نقاط ضعف هستیم و همه ما دارای خطهای تیره در وجودمون هستیم و همه آدم ها همینجوری هستن و بپذیریم هم رو، اون موقع شاید به دست به دست هم بتوانیم برای نسل های آیندهمون آنچه بر سر ما رفته مانند دومینو بر سر نسل بعدی خراب نکنیم و اون وقته که در واقع میشه فردای بهتری رو برای ایران، چشمانداز بهتری رو برای ایران در واقع دید. وگرنه اتفاقی که خواهد افتاد اینه که از دل یک سیاهی و از دل یک فضای جامعه با مناسبات غلط ابرمردانی ولو سر در بیاورند و جامعه رو به پیشرفت و آبادانی ببرند و نیروهای دلسوز جامعه رو در واقع به اینا میدان بدن که اینا در واقع برای خدمت به جامعه بکنن، مثل دوران اول پهلوی و دوران محمد رضا شاه پهلوی با همه انتقاداتی که به اون دوره هست، ولی توده جامعه اینا رو میکشه پایین و دوباره همون سیاهی و همون در واقع نفرت رو جایگزین خواهد کرد، چرا که اون رو میتونه بفهمه و اون براش آشناست و هر چیز آشنایی برای انسان احساس امنیت میده، ولی اگه این احساس امنیت امنیت کاذب باشه و اگر ما به این روشیافتگی برسیم که بتوانیم همدیگر رو ببخشیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم و به همدیگر احترام بگذاریم، اون وقته که میتونیم امید به آینده داشته باشیم. چیزی که من چشمنداز چندان روشنی فعلا متاسفانه توش نمیدونم.
بی نهایت ممنونم آقای توکلی از وقتی که گذاشتید و همراه من بودید، سپاسگزارم. امیدوارم بتونیم در سلسله بحث‌های از این دست بیشتر این ابعاد رو باز کنیم، از این ناامیدی بگذریم، به روزهای روشن‌تر برسیم. از اینکه وقتتون در اختیار من و تلویزیون اندیشه گذاشتید بسیار سپاسگزارم. سپاسگزار از شما، شاد و سرفراز آزاد باشید، پاینده باد. متشکرم. از شما خوبان هم که بیننده این برنامه بودید کمال قدرشناسی و سپاسگزاری داره. بیشک سرزمین ما مهد دلیران و سرزمین هنرمندان خاک هنرخیزی است که بارها گفتن هنر نزد ایرانیان است و بس. باشد که هنر بی‌پرایه، آراسته و اصیل در خدمت ایرانیان باد.